سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه ها راجع به میوزیک ویدیو پرسیدین، الان داریم رکورد میکنیم، تقریباً 5-6 روز دیگه تموم میشه. دوستان سلام، به یه چند ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخواییم حواشی خوانندگی آرام جوینده، همسر سپهر حیدری و طلاقشون رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخرین پست با من همراه باشید. آرام جوینده همسر سپهر حیدریه که از سال 93 با هم آشنا شدن و دو پسر به نامهای دیاکو و آراکو دارن. اون چندی پیش به دبی مهاجرت کرد و اعلام کرد که میخواد خواننده بشه. این موضوع با استوری همسرش سپهر حیدری هم تایید شد. اون با انتشار عکس آرام در استوریش خطاب به اون نوشت: عشق من، استارت خوانندگیت رو بهت تبریک میگم. میدونم که خیلی براش زحمت کشیدی و اولین آهنگ چند روز دیگه میترکونه. من مثل کوه پشتتم و بهت افتخار میکنم. امیدوارم همه زنان سرزمینم اون چیزی که لیاقتش دارن رو با حمایت بهش برسن. با اینکه زمزمه ها حاکی از این بود که آرام و سپهر جدا شدن، اما کامنت های سپهر حیدری با متن ملکه من یا همیشه بدرخشی زیر پستای آرام این شایعات رو از بین می برد. اما حواشی از جایی بیشتر شد که فیلمی از آهنگ خوندن آرام جوینده منتشر شد که مورد تمسخر مخاطباش قرار گرفت. اون با خوندن آهنگ فرامرز اصلانی اگه یه روزی نوم تو در صدر حواشی قرار گرفت. همچنین اون با انتشار استوری هایی از خودش و ادیتورش خبر از پخش آهنگ جدیدش داد و گفت موزیک ویدیوش به زودی منتشر میشه. It's on Instagram. Yeah. Your followers here. Yeah. Okay, listen everyone. Please stop messaging. I see the messages. It's crazy. بچه بهش بگین موزیک ویدیو مو سریع بده. Yeah. We will make the music video maximum 2-3 days. No. Yeah, you continue what I said. کچه باشه شو باشه. What is guys, please. 2-3 days, we will finish the music video. She will receive it. Yeah. We make something nice. It's amazing. But please, wait. That's it. Adam, what is the first music video and the first song that we did? What is it? It's ready now. It's ready now? You didn't show me yet. Yeah, I showed to you. You showed me 3 seconds. I showed to him. You showed me 3 seconds. Okay, it's nice. I showed to you. Even 3 seconds is nice. I want the full video. When it's coming out? Okay, it will be released on 26 May. After, I think, 4 or 5 days. Really? Yeah. Wow. How is it? It's really nice. You see? I saw 3 seconds. You didn't show me. Okay. Anyway, guys, Adam Arer. سلام، چطورین؟ بچه من برای رکورد آهنگ جدیدم و اینکه اولیش که دو سرویس دیگه ریلیز میشه الان داریم روی آهنگم کار میکنیم. خیلی خوبه، خیلی هم متفاوته. دارم با سالو. Hi guys, we are working on a reggaeton song. She's amazing. Thank you. Her brain is a genius. Thank you. اینو آهنگ جدیدم تقریبا یک هفته دیگه آماده میشه و اینکه تا میوزیک ویدیوشو بگیریم تقریبا یک ماه طول میکشه و اینکه دوباره میشه شیر میکنم براتون. دوستتون دارم. بعد از پخش اولین تیزر آهنگ جدیدش و فیلم های رقص جنجالیش، خبر طلاق آرام جوینده از سپهر حیدری به گوش رسید. اما نه آرام و نه سپهر به این خبر واکنشی نشون ندادن. تا امروز که موزیک ویدئوی آرام در کانال یوتیوبش منتشر شد
که مشخص شد آهنگ اون به زبان انگلیسی و موزیک ویدیوش به سبک آمریکایی ساخته شده. آرام جوینده در ایران هم به خاطر زیبایی بیش از حدش زبان زده مردم بود و دائما در دایرکت ها و کامنت ها مورد حمله مردم قرار می گرفت. اون با سپهر حیدری در مصاحبه های زیادی شرکت کرد که در یکی از اینها از فحاشی مردم در پیج اینستاگرامش گله کرد. میگم اگه مشکل از ما بود و فقط این کامنت های بد درباره ما گفته میشد و فقط ما شکایت داشتیم از این موضوع میشه گفتش که خب ما هم خودمون داشتیم حتما اشتباهی میکردیم، ولی وقتی که همه تقریبا از این موضوع ناراحت هستن پس مشکل از ما نیست، مشکل قطعا از کسایی هستش که با این موضوع مشکل دارن. تنها کاری که میشه کرد اینه که آدم خب بی توجه باشه به این مسئله و در نهایت اگه خیلی این کامنت ها آدمو اذیت میکنه میتونه خب اون اشخاصو بلوک کنه، وگرنه حالا کار ما غیر اخلاقی انجام نمیدیم. پیج شخصی هستش و حالا خیلی از موقع ما پیجمون پرایویت، یعنی خیلی ها میان فالو ریکوست میفرستن ما اکسپت میکنیم، حالا یه سری میان بی احترامی میکنن. اما اگه اون شخص تمایلی نداره که تو پیج ما باشه چرا خب فالو ریکوست میفرسته که بخواد بیاد بی احترامی کنه و بلتب بهش بی احترامی بشه و بلوک بشه. آشنایی آرام جوینده و سپهر حیدری به سال 93 برمیگرده، زمانی که آرام به همراه پدر و مادرش در یک سالن بولینگ حضور پیدا کرده بود. سپهر حیدری میگه در اولین نگاه عاشق آرام شدم و گفتم اگه الان به پدرش نگم اون رو برای همیشه از دست میدم. چجوری آشنا شدین اصلا شما با هم دیگه؟ ما 2 فروردین سال 1393 در بولینگ اریکه ایرانیان با هم آشنا شدیم. خانمم همراه خدا بیاموز پدرشون که جاشون هم اینجا خیلی خالی هستش و مادرشون خانوادگی اومده بودن اونجا، واقعا خیلی اون موقع جرأت میخواست که بری صحبت بکنی. من واقعا میگم تو یک نگاه عاشق میشه آدم، من اتفاق برام افتاد و احساس کردم که اگه اون لحظه نرم جلو واقعا خانمم اون موقع از دست میدم، یعنی اون چیزی که میخوام رو از دست میدم و همیشه حسرتش رو میخورم و همیشه خوشحالم که این کار رو رفتم جلو و خدا بزرگترین نعمتش رو به من داد، یعنی همسرم. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ برامون کامنت کنید. در آخر مرسی که تا آخرین پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنید. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنید تا از پست‌های جدید ما هم با خبر بشید.